و خالاتی آه من العش و خالاتی احرق قلبی به حراراتی بشنو هر کسی که عاشقه روایتی که میخونم برات فرموده امام صادقه روایتی که میخونم برات فرموده امام صادقه نفس نفس المهموم لظلمنا تسبیح آه می کشم برا غمت سینه زنم پا علمت ابی عبدالله شام بر آغم سینه زنم فعلم ابی عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و به نام خدای خالق خوبی ها، خالق حسین. سلام و درود بی پایان دارم محضر شما بینندگان عزیز، خواهران برادران ایمانی، عزاداران آقا سید الشهدا علیه السلام. روز اول از ماه صفر المظفر رو به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و یکایی که شما محبین تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که بتوانیم در این روزهای تلخ و سخت ورود اسرا به شام بتوانیم با اراده و با توان بیشتر در کم کردن آلام و دردهای دل امام زمانمون کوشا باشیم. با ما همراه باشید، در خدمت شما خواهیم بود. سلام مجدد و ممنون از حضورتون در کنار ما و از اینکه انتخاب میکنید لابلای تمام این برنامه ها بیننده برنامه سر دلبران باشید. وقایعی که امروز در تاریخ ثبت شده و در سال 61 به وقوع پیوسته جزء تلخترین و دلدرد آورترین قطعات تاریخ هست. تا اونجایی که امام معصوم ابراز نارضایتیش رو در این جمله و اوج فاجعه رو در این جمله به همه جهانیان اعلام میکنه که ای کاش مادر مرا نمیزایی. وقتی از حضرتش پرسیدن که عادت شما به شهادت، شهادت برای شما افتخاره، حضرت فرمودن آری عادت و افتخار ما به شهادت است، اما تا قبل از کربلا و عاشورا زنی از آل الله رو به اسارت نبرده بودم. وقتی نگاه می کردم که محارم خداوند و ناموس آل الله جلوی چشم هرزه مردان یهودی و اهل شام بود، این چنین از خدا خواسته کردم. اما چرا؟ به دلیل اینکه این خانواده در یک فضا و یک شرایط ویژه‌ای از حراست و نگهبانی به قول معروف زندگی کرده بودند. در تاریخ داره وقتی زینب کبری
سلام الله علیها برای زیارت جد بزرگوارشون رسول الله صلی الله علیه و آله میخواستن به مسجد روند و زیارت کنند قبر مطهر ایشون رو، امیرالمؤمنین پیش قراول میفرستادند، مشعلها رو خاموش میکردند، خودشون از جلو، حسنین از طرفین، زینب به نوعی از پشت، مبادا چشم نامحبوط و نااهلی به قد و بالای زینب کبری سلام الله علیها نیفته، مبادا نامحرم ایشان رو ببینند. حالا تصور این که یک بازار شلوغ، یک مشت هرزه، یک مشت عروسکانی که با دغل و آواز و رقص دل هر مصیبت زده ای رو می آزردند، حالا این زینب کبرای داغ دیده و 84، زنی که به تعبیر خودمون آفتاب سایه اونها رو ندیده، وارد بازار میشن. البته از شام، از شامی که امام سجاد میفرماید این دلیل دلیل عمده است، ولی 17 دلیل دیگه هم در خصایص و جاهای مختلف جمع آوری شده که حضرت فرمودند در بد و ورود به شام ما رو با اونها آزار دادند. زنان و بچه ها بر روی پشت بام جمع شده بودند و چوب و سنگ و خاکستر میریختند. حضرت میفرماید که یا صاحب الزمان، ببخشید منو در ابتدای برنامه، ولی اینقدر امروز غمباره که اگر نگویم بخشی از تاریخ روی زمین میمونه، اگر روضه‌خوان یا خطیبی به زبان جاری کنه. حضرت میفرماید لابلای خاکسترهایی که روی سرها میریختند، لابلای این خاکسترها زغال برافروخته ای بود که در عمامه من سجاد افتاد، دستها بسته، قل و جامه به گردن، توانایی جدا کردن این زغال و گل آتیش را از عمامم نداشتم. سوخت، سوخت و سوخت. یا سهل ساعدی میگه تعجب کردم از بس شهر و آذین بسته بودند که تا به امروز در تاریخ اسلام چنین روزی رو عید نخوانده بودند که این چنین شراب مجانی بدهند، در و دیوار رو آذین ببندند، تبل و دهل و کف و سوت به پا باشد. وقتی سوال کردم امروز چه خبره در این شهر مگر عیدی است، گفتن از دروازه شهر، از دروازه ساعات دارند یک قدری اسیر وارد میکنند، خارجی ها رو دارند به تعبیری میارند. آمدم لابلای اینها یکی دو نفر مرد بیشتر ندیدم، حضرت رو شناختم، جلو رفتم و عرض ادب و احترام کردم که یبن رسول الله، من سهل ساعدی هستم از دوستان و محبین شما. حضرت صدای من رو که شنیدن رو کردن، سهل اول مردی است که بعد از این منازل به ما سلام میکنه. گفتم آقا خواسته ای دارید براتون اجابت کنم؟ حضرت فرمودن دو تا خواسته دارم، یک قدری پارچه ای چیزی به من بده زیر این قل و جامه بگذارم که به شدت مرا آزار میده. سهل میگه قدری از پارچه هایی که در اختیار داشتم رو آوردم و زیر قل و جامه ها گذاشتم، همین که قل و جامه رو تکون دادم دیدم خون تازه از گردن حضرت سرازیر شد. و اما خواسته دوم که انهو دشمن، هرچه این خانواده از اونها طلب کردن برعکس عمل کردن. حضرت فرمودن اگر پولی، سکه‌ای، دیناری داری به این سرنیزه‌دارها بده که قدری نیزه‌هایی که سر بر اونهاست رو ببرن جلوتر، مردم مشغول دیدن و تماشای سرها بشن، کمتر به این جهازها و به این محملهایی که ناموس ما در اون قرار گرفته نگاه کنن. اما شمر به عنوان سرکرده خواسته رو برعکس عمل کرد، دستور داد به نیزه‌دارا سرها رو لابلای کجاوه ها و مرکبه ها قرار بده. چه کردن بمانه، چقدر سنگ ها بر این سرها زدند و خطا رفت و به زنها خورد بمانه، چقدر سرها از روی نیزه افتاد و زیر دست و پا ماند بمانه. سلام و درود خدا
بر قلب زینب صبور. خیلی خوش آمدید به برنامه یه سر دلبران. کماکان خدمتگزار شما خوبان هستیم و برنامه‌مون رو با حضور اولین مهمانمون در این روز سخت و دلگیر و بلکن عزیز ادامه خواهیم داد با محضر حضرت حجت الاسلام سید حمید جزائری و انشاءالله گفتگومون رو تقدیم میکنیم به ساعت مقدس زینب کبرا سلام الله علیه. علیکم السلام و رحمت الله. جزاکم الله خیرا. خیلی ممنون. عزاداریاتون قبول باشه ان شاء الله. شما هم قبول باشه از همه دوستان اهل بیت ان شاء الله به احسن وجه. خصوصا در این روز مصیبت اهل بیت که واقعا برای امام سجاد سلام الله علیه خیلی سخت بوده. امروز یه جمله ای رو من توی مقتل میخوندم که ندیدم و نشنیدم از امامی غیر از امام سجاد سلام الله علیه که روز ورود به شام حضرت منظره ای دیدن که این جمله از دو لب نازنینشون صادر شد، فرمودن یا لیت امی لم تلد. خیلی حرف امام این حرف رو بزنه، امام حجت خدا، ولی خدا. و این نه اینکه منظور حضرت اعتراض به خدا باشه یا که چرا من به دنیا اومدم، نه، عظمت و شدت مصیبت اینقدر سخت بوده برای حضرت، فهمید ای کاش مادرم من رو نمیزایید این منظره و این صحنه رو ببین. بسیار عالی. انشاءالله که خداوند با فرج امام زمان منتقم آل الله قدری آرامش و التیام به زخمهای دل اهل بیت بدهد که تازه با ظهور حضرت و انتقام گرفتن به تعبیری اول عرض ارادت و عزاداری تازه خواهد شد. الان هرچه گریه و ناله داریم داد بر انتقام خواهیست، بعد تازه اون فضای عزاداری شروع خواهد شد. انشاءالله خدا فرج امام زمان رو معجل بفرمایید. و اما برنامه سر دلبران که در خدمت شما هستیم سعی بر این کرده در یک ماه گذشتهش و نگاه به سیره اصحاب سیدالشهدا و چرایی و چگونگی دلبری این افراد از ولی و حجت الهی یک فضایی رو ایجاد بکنه در ذهنها که ما الان در این زمان منهای یا لیتنی کن نامعک، الان بر حسین زمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف اگر بخوایم یاری رسانی بکنیم و ما هم جز انصار او باشیم چگونه باید رفتار بکنیم، به تعبیر اونها چه کردند و ما باید چه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حالا من اون جلسات قبلی رو فرصت نمی کردم که ببینم کارشناسان محترم تو چه زمینه‌ای بیشتر متمرکز شدن و اون آدرس هایی هم که حضرت عالی دادید، دیدم که شاید بهتره که از اینجا شروع بکنیم. اولین شاخصه و مهمترین شاخصه اصحاب و انصار آقا سید الشهدا علیه السلام که خیلی خودش رو نمایان میکنه وفاداری اونهاست. خب حالا شنیده ایم کم و بیش تو جلسات و مطلع هستن هم شما هم بینندگان محترمتون از جملاتی که اینا در وفاداریشون به سید الشهدا اعلام کردن. منتها قبلش ما یه بررسی کوچولو بکنیم، مثلا وفاداری به چیه؟ تعریفش به تعبیری. احسنتم. از اولش من با یه داستان کوچولو شروع کنم. یه وقتی ما یه جایی رفته بودیم برای تبلیغ، یه آقایی شروع کرد سر یه موضوعی ناراحتی کردن با مردم و خیلی سر و صدا و منم داشتم میدیدم که اصلا حرفش نابجاست، مطالبهش ناحقه. ولی یه مرتبه دیدم برادر ایشون اومد به میدان و اومد دفاع خیلی ویژه و خاص از برادری که داشت مطالبه ناحق میکرد دفاع کردن. بعد خلاصه ما به اینها حالی کردیم که بابا اشتباه دارید میکنید، باید لطائف و حیلی آرومشون کردیم. و بعد نشستم به این برادره گفتم که تو که میدونستی داداشت داره اشتباه میگه، چه دفاعی ناحق داره میکنه، دفاع کردن چی بود؟ چرا اومدی به میدون هواداریشو کردی؟ گفت که مگه شما نمیگید که برادر باید به برادرش وفادار باشه؟ بعد گفتم من که هم صرف زدم. گفت ضرب المثل معروفه که انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت رو یاری بکن چه ظالم باشه چه مظلوم، چون برادرته یاریش بکن. مهم اینه این آقا برادر ماست، فامیل ماست، ما باید هواداری فامیل و برادرمون رو بکنیم دیگه. گفتم این حرف حرف اشتباهیه، آدم باید همیشه یاری حق رو بکنه. من اگر بدونم که برادرم مطالبه اش و حرفی که داره میزنه نابجاست، بهترین نوع وفاداری من به او به این نیست که بیام هواداریشو بکنم، در کنارش بیستم، در مقابلش اون کسانی رو که داره تخته میکنه مثل او تخته کنم. این که وفاداری نیست. وفاداری من به برادرم به چیه؟ به اینه که بگم داداشمو بکشم کنار، بگم داداش من چون دوستت دارم بهت میگم این درخواستی که تو داری میکنی درخواست عادلانه ای نیست، ناحقه. او رو راهنمایی بکنم به طرف، حالا یا به اینکه تقویتش بکنم اگر در حق، اگرم در ظلم بکشمش کنم. آفرین. پس این حرف غلطه که عنصر اخاک ظالما او مظلوما. و اگرم برفرض این حرف درست باشه که بتونیم یه جوری درست تفسیرش بکنیم، معناش اینه اگه دیدی یه جایی برادرت داره یه کسی بهش ظلم میکنه، برو کمکش کن تو صورت مظلومش. و اگرم دیدی که او داره ظلم به کسی میکنه، یاریش کن، راهنماییش کن که داره اشتباه میکنی. اینه معناش. پس مطلقا آیا ما نسبت به کسانی که با اونها یک ارتباطی داریم، آیا معناش اینه که همش در کنار اونها بیستیم و هواداری اونها رو بکنیم و تاییدشون بکنیم؟ این وفاداریه؟ نه، این غلط. از اون طرفم اینکه انسان نسبت به کسانی که باهاشون حشر و نشر داره اصلاً هیچ گونه وفاداری و التزامی نداشته باشه، اینم غلطه. اگر بخواد اینجور بشه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. میدونید چرا؟ مثال بزنم، مثلا بگن که آقا من بیام از شما میخوام پول قرض بگیرم، بگم آقا من از شما پول قرض میگیرم، و شما متعهد میشی که بدهی تو تا ریال آخر بدی؟ بگم نه آقا من وفاداری نمیتونم داشته باشم.
خب هیچ کی به هیچ کی قبول نمیکنم. میگم مریضم مگه من بهت پول قرض بدم؟ نمیدم. اعتبارا برقرار نمیشه. نمیشه. مثلا دو نفر میخوان با هم دوستی بکنن. دوستیم با هم دیگه. آقا شما متعهد میشی که یه وقت مثلا من یه جای گرفتار شدم شما هواداریمو بکنی پشتیمو؟ به حقا، نه به ناها. نه من نیستم. از این در صورت حقشه. آره به حق. اگه بگه من نیستم خب دیگه هیچکی با هیچکی دوست نمیشه. چه سودی میبریم تو دوستی؟ ببینید اصلا کلن دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. زن اگه بخواد به همسرش وفادار نباشد چی میشه؟ پیشی دیگه زیر بار ازدواج نمیره. میگه آقا من خیالم راحت باشه از خونه میرم بیرون. چه تعهدی هست که من رفتم بیرون خانم از من نره بیرون؟ علیاذ بالله. لذا اصل وفاداری یک امر بسیار مهمه و اخلاقیه و تو قرآن هم ازش تعبیر به عهد شده. اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. نسبت به عهدهایی که چه بسا این عهد و پیمانها اصلا نانوشته است. دو نفر که با هم رفیق میشن دوست میشن نمیان پیمان بنویسن با هم دیگه، ما پیمان مینویسیم که با هم رفیق باشیم. پیمانیم. یا اصلا نوشته هم ممکنه نباشه، زبانی باشه. عقد ازدواج بین زن و شوهر خونده میشه، عقد لفظی دیگه. اینا پیمان میبندن که وفادار باشن نسبت به هم دیگه. خب اگر پس وفاداری نباشد دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اما معنی وفاداری هم این نیست که تحت هر شرایطی هر کمکی برای هر کاری رفیق من، همسر من، دوست من، اون کسی که من نسبت به او وظیفه ای دارم از من هر چی خواست بگم چشم هست. نسبت به پدر و مادرش قرآن می فرماید چی؟ و ان جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگه پدر و مادرت با تو مبارزه کردن گفتن باید به شریک برای خدا قائل بشی، حرفشون نمی خواد گوش بدی. همون پدر و مادری که باید بهشون احسان بکنی امر بکنه. همسرت امروز بهت میگه که آقا من میخوام لباس آنچنانی بپوشم، خب من بگم من میخوام از بس همسرم رو دوست دارم بهش باید وفادار بشم، دلش رو به دست بیارم، دلش خواهد یه لباسی بپوشه که تمام اندامش توش نمایانه، برم بخرم. آقا مگه من آنها شد تو وفادار باشی به من؟ بله وفاداری معنا داره، جا داره، مورد خودش. تو مسیر درستی راستی وفاداری معنا پیدا میکنه. اما اگر بنا شد وفاداری مسیرش بره تو یک مسیرهای انحرافی دیگه اینجا معنا نداره کسی بگه من وفادارم. حالا میایم سراغ اصحاب آقا سید الشهدا علیه السلام. میبینیم که سردمدار وفاداری تو اصحاب امام حسین کیه؟ وجود نازنین حضرت عباس، حضرت ابوالفضل. تو زیارتشون چی میگیم؟ اولین جمله السلام علی من وفا به بیعته و استجاب له دعوته و اطاع ولات امره. سلام به اون آقایی که به بیعتی که بسته بود پایبند وفادار موند. ببینید اگر یک فرمانده یارانش بهش وفادار نباشند و نخوان بهش وفاداری بکنن، این دیگه نمیتونه فرماندهی بکنه. دستای فرمانده یارانشن. اینکه امیرالمومنین توی خطبه شیخ شقیه است میفرماین که اون موقعی که بعضی بهشون اعتراض کردن که آقا چرا اون موقعی که حقتون رو گرفتن شما جنگ نکرد، پیکا نکردید حقتون رو باز پس بگید، حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که من مونده بودم تفقتو ارتعی بین ان اصول به ید جزا او اصبر علی تخیت عمیا فرأیتو ان الصبر علی هاتا احجا. من مونده بودم بین یک دوراهی. امیرالمومنین میفرمود به جنگم اما بی دست، ید جزا آفرین، یار ندارم، یعنی یار وفادار ندارم و الا مدعیایی که ماشاءالله
زیاد زیادن. اما یار وفادار میگن امیرالمومنین سلام الله علیه یه عده من گفتن آقا ما هستیم، شما میگی من یار ندارم. همون موقع حضرت فرمودن اشکالی نداره، فردا مثلا دم طلوع آفتاب فلان مکان هر کی خودشو یار من میدونه و وفادار به من هست چجوری بیا؟ سرتراشیده بیا. سلمان و ابوذر و مقداد و عمار این چهارتا اومدن، تازه عمار هم دیرتر از بقیه اومد، بعدش دیگه کسی نیومد. چرا؟ چون سراش نمیتراشیدن معلوم میشد که اینا وفادارهای علی ابن ابی طالب. حضرت فرمودن من مونده بودم که با دست بریده به جنگم یا با این وضع نابسامان صبوری کنم. دیدم صبوری بهتره، عاقلانه تره. فرأیت ان الصبر علی هاتا احجا، احجا یعنی عاقلانه تر. خب شما میبینید که اصحاب امیرالمومنین به غیر از همین چند نفر بقیه وفاداری نکردن. این فرمانده یار ندارد. یاری که وفادار باشه میتونه کمک فرماندهش باشه. آقا سید الشهدا علیه السلام یارانشون کمن، اما همین یاران کم وفادارن. سرسلسله شون حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه که تو زیارت نامش میگیم سلام به آقایی که به بیعتی که با امامش بسته بود وفادار مونده. این بیعت و پیمان دیگه، این پیمان رو بهش وفادار مونده، یعنی من هستم. شب عاشورا اولین کسی که صحبت کرد، وقتی امام حسین سلام الله علیه فرمودن که برید، اولین کسی که صحبت کرد حضرت ابوالفضل سلام الله علیه. فرمودن پاشدن گفتن که آقا شما به من میگید که به ما میگید برید، کجا بریم؟ بریم که بعد شما بمونیم، اون روز هیچ وقت نیاید، نیاید روزی که فرمانده ما، امام ما، آقای ما، مولای ما با نباشه و ما باشیم. این وفاداریه. حالا چرا این وفاداری حضرت ابوالفضل نشون داد و چرا اونا نشون دادن؟ چون میدونن راه امام حسین راه حقه. اصلا خود او عین درستیه. اگر عقیده ما واقعا اینه ها که علیون مع الحق و الحق مع علی و الحق یدور حیث ما داره، علی با حق از حق با علی، حق یعنی درستی با امیرالمومنین با درستی هن. تازه معیار این که ببینید چه چیزی درسته و درست نیست کیه؟ خود امیرالمومنین سلام الله علیه. میزان خدا السلام علی میزان الاعمال و صحیفه تو همین حدیث هم میگیم والحق یدور حیث ما داره علی. حق و درستی دور علی دور میزنه، محور امیرالمومنین. خب امام به حجت خدا محور درستیه، محور راستیه. اینا فهمیدن اینو، گفتن ما تا پای جان تا آخر پای کار شما ایستاده ایم. حالا بعضی از جملات دیگر که مال بقیه اونهاست، یا فرصت باشه بله یه فاصله بگیریم برگردیم. همین میزان که بدانیم از نشانه های حقانیت اینه که انسان ها چیزی رو برای شخص خودشون نخوان. یکی از درس های کربلا بحث عبودیت و وفاداری است، اینه که ملاک بشود خداوند متعال و حالا اونهایی که در مسیر حقیقت خداوند متعال هستند. با ما همراه باشید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. جا ماندم اما دلم با زائران است، همراه آنها در حرمها میمان است. هر لحظه با عرض سلامم سوی ارباب، اشکم روان است و روان است و روان است.
خود بیقرار آمدن بودم نبودم، قسمت نشد هایی که میگویم بهانه است، با این که دارم ادعای عاشقی را جا میزنم حالا که وقت امتحان است. زمانی که تمام عاقلان ماندن در خانه، پیاده راه افتاده به سویت هرچه دیوانه، سه روز از عشق لبریزم، دلم در بین موکب هاست، اگر چه غرق دلتنگی نشستم گوشه خانه. سلامم با سلام زائرانت فرق دارد، آه سلام من به سوی توست این شبها اویسانه. آقا جان نگاهی کن، نگاهی کن که دوری از حرم سوزاند جانم را، به دور از شم پرپر می شود این بار پروانه. در این غربت به جز دیدار تو چیزی نمی خواهم، کسی که آشنای توست با دنیاست بیگانه. شبیه چای پررنگ عراقی ها چه خواهد شد، بنوشم از می دیدار تو پیمانه پیمانه. به نام عشق جهان را خدا بنا کرده، به نام عشق جهان را خدا بنا کرده، حساب اهل جهان را از او جدا کرده. جهان و هرچه در آن است سیر منت اوست، تمام عالم امکان گواه عصمت اوست، تمام قاعده ها را خدا به هم زده است، برای او که به راه خدا قدم زده است. هزار شکر هنوز اعتقاد من مانده، شفای تربت اعلات یاد من مانده، مریض آمده وقتی که پای این روزه، شفا گرفته اگر خورد چای این روزه. به راه ماست اگر چه همیشه خار و خسی، عقب نشستن ما را ندیده هیچ کسی، که هیچ وقت مرا عشق او رها نکند، منو جدا شدن از کوی او خدا نکند. حیات شیع از احیای این شعائر اوست، حیات شیع از احیای این شعائر اوست، خدا خودش شب جمعه همیشه زائر اوست. خدا دعای مرا مستجاب خواهد کرد، گناه‌های مرا هم ثواب خواهد کرد. سلام دادم از اینجا و دل خوشم که مرا همیشه زائر کویش حساب خواهد کرد. مریض اسم تو را زیر لب اگر ببرد، طبیب های جهان را جواب خواهد کرد، طبیب های جهان را بگو شفا اینجاست، طبیب های جهان را بگو شفا اینجاست، بگو که باطن من اسمه دوا اینجاست. سلام و درود خدا بر کسانی که با وفاداری خودشون هم بر جریده عالم دوام خودشون رو ثبت کردند و هم الگو شدند برای آزاد مردانی که در طول تاریخ قصد دارند در کنار حق و حقیقت به یادگار و به وفاداری بایستند. کاری کردند که یک سیمایی از این صفت نیکو به جای بمونه. ممنونم که بیننده برنامه سر دلبران هستید. کماکان با حضرت آقای جزائری گفتگو میکنیم در این خصیصه خاص 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 و
کاملا مشهود در اصحاب سید الشهدا علیه السلام. آقا در خدمت هستم. در ادامه باید عرض بکنم کسانی که وفادار هستند و هم از خودشون وفاداری رو بروز میدن، نشون میدن، به ظهور میگذارن، اینا از اون طرف هم توصیه به وفاداری مرتب به دیگران میکنن. این هر کسی رو ببینن که بی وفایی میکنه نکوهشش میکنن، هر کسی که ببینن وفاداری میکنه مدحش میکنن و تشویقش میکنن. باز شما تو اصحاب امام حسین اینو میبینید که در کربلا دو تا اتفاق خیلی جالب افتاد. یکی شب عاشورا بود، نافع ابن هلال اومد پیش حبیب و گفت که جناب حبیب ابن مظاهر، من داشتم رد می شدم از کنار خیمه آقا سید الشهدا و خب بر طبق وظیفه خودم که نگهبانی از خیمه بود داشتم اونجا نگهبانی می دادم، یه چیزایی شنیدم. گفت چی شنیدی؟ گفت که شنیدم که حضرت زینب سلام الله علیها اومدن به امام حسین داشتن میگفتن داداش از این وفاداری اصحابتون مطمئنی؟ نکنه یه وقت فردا تنهاتون بگذارند؟ امام حسین علیه السلام به ایشون فرمودن که من اینها رو لقد بلوتهم و امتحانشون کردم، اینها هیچ کدومشون از اون یکی وفادارتر نیست. اینها در نهایتشن، در بالاترین درجهشن. تعبیر امام حسین علیه السلام اینه که اشعث الاقعص، اینها اینقدر قویند که به هیچ وجه منو رها نمیکنه. گفت اینا شنیدم و حالا گفتم که خوب امام خودمونم بریم این وفاداری رو اعلام بکنیم که دل حضرت زینب گرم بشه و تو بزرگ ما هستی، پیر ما هستی، برو شما این حرفو بزن. حبیبم اصحابو جمع کرد، اومدن پشت خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، شروع کرد حبیب صحبت کرد که دختر امیرالمومنین کوچکترین نگرانی به دلتون راه ندید، ما تا هستیم اجازه نخواهیم داد نه فقط به امام حسین بلکه به هیچ یک از اهل بیتشون، برادراشون، پسر برادر، این خانواده شما، هیچ کس به خانواده شما نزدیک بشه. این وفاداریشون رو دارن اعلام میکنن. پس اولا وفادار وفاداریشو اعلام میکنه، ثانیا بقیه رو توصیه میکنه به وفاداری و این که بیاد این کار رو بکنیم و میان اعلام میکنن. و یه نمونه دیگرش هم که خیلی زیبا بود برای بنده این که شما میبینید وقتی که مسلم ابن اوسجه زودتر از حبیب به شهادت میرسه، بله، لحظه ای که ایشون رو زمین میفته و حبیب با امام حسین با هم میان بالا سر مسلم ابن اوسجه، اینا قبلن از اصحاب امیرالمومنین بودن، داستانهاشون اومده تو کتابها، مرحوم سماوی در ابصار العین آورده که یه روزی رشید حجری داشت برای مردم یه سری حرفایی میزد، مردم گفتن که این دیوانه است، عقلش نمیرسه. آره، بعد دیدن که میثم تمار اومد، رشید به میثم تمار گفت که دارم میبینم کسی رو که به این درخت آویزانه به جرم عشق علی. میثم رو شکرد به او و گفت که منم دارم میبینم کسی رو که محاسنش رنگین خون میشود به عشق علی. از این دوتا زیباتر، یعنی رشید و میثم، حبیب بود که رسید به اونها و گفت گویا، میثم بهش گفت گویا دارم میبینم کسی رو که سرش رو آویزان به اسب کردند و دارن توی این شهر میگردونن، یعنی سر حبیب بن مظاهر. بله.
بعد روزی که میخواست بیان، میخواستن هر دوتاشون با هم دیگه بیان از کوفه بیرون به سمت کربلا و یاری امام حسین، برات که مسلم داشت حنا میخرید، حبیب بهش گفت چی کار داری میکنی؟ گفت دارم حنا میخرم خودم آماده کنم بیام به یاری امام حسین. گفت رها کنی و بعد این ریشه رو با خون رنگ بکنی. اینا به همدیگه اینها رو، این سیگنال ها رو میفرستادن، یعنی توصیه به وفاداری. و بعد وقتی مسلم رو زمین افتاد و محاسنش غرق خون شده بود و اینا، حبیب بالا سرش بود، گفت توصیه نداری؟ من هنوز زنده ام، به من بگو. گفت که اوصی که به هاد القائم على رأسک، توصیه میکنم تو رو به این آقایی که بالا سرت بایست، امام حسین ایستاده بودن، حبیب نشسته بود سر مسلم داره، تو رو توصیه میکنم به این آقا، مبادا او شهید شده باشد و تو زنده باشی. یعنی توصیه به وفاداری. چقدر خوب مؤمنین این توصیه ها رو، من و شما، من ببخشید و معذرت میخوام، من نباید به شما توصیه بکنم، ولی شما اگه من توصیه بهتون کردم نباید ناراحت بشید. شما هم همینطور، هر دوتامون بگیم آقا چقدر در امام زمانت دعا میکنی، چقدر خودتو آماده کردی برای یاری حضرت، بگی نصرتی لکم معده. مواظب باش یه وقت جا نزنی، یا مواظب باش جا نمونی، که نه جا نزنی تا بعد دادم جا نمونی، مواظب باش یه وقت بر نگردی، یا این دوره غیبت هزاران هزار مشکل توش ممکنه پیش بیاد، مواظب باش. راهزنهای مختلف به شکلهای مختلف ممکنه بیان تو رو ببرن، از راه دورت بکنن، کما اینکه این اتفاق توی کوفه افتاد. آقا اصلا از علائم ایمان و مرد با ایمان اینه که همدیگر رو توصیه کنن به امور خیر. بله. که حالا یکیش وفاست، بله، و تواصوا بالحق در مستاقش در سوره بنا. و از اون طرفم شیطان ها چیکار میکنن؟ شیطان های انسانی داریم. بله. میگن قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. وسوسه میکنن در دل ها و سینه های مردم اونا، این شیطان ها. بعضیشون جز اجنه که نمیبینیمشون. بله. بعضیشون انسانن. بله. شیطان ها نه، انسان عمل شیطانی داره. احسن، اصلا جز سربازان شیطان به حساب میان، جنودشه. بله، قرآن میفرماید ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. اصلا اینا وحی بهشون میرسونن. تو جریان کوفه دارد که میومدن رفیقها، رفیقاشون از کنار حضرت مسلم میبردن، بیا بریم بابا، من پیمان بستم باید وفادار بمونم. پیمان چی؟ جونت در خطره، خونتو میبرن، یارانتو قطع میکنن، ممکنه بچهاتو بکشن، ممکنه هزار بلا سرت بیارن، بیا بریم. وفاداری چی میشه؟ و اصلا یک جمله‌ای دارد که توی زیارت ناحیه مقدس است، السلام علی من نکثت ذمته، سلام به اون آقایی که عهد و پیمانی که با او بسته شده بود رو شکستند. و اگر این پیمان شکنی ها نبود و این بی وفایی ها نبود که کار امام حسین به اینجا نمیرسید. اصلا از همون زمان بعد از شهادت پیغمبر شروع شد. آقا ببخشید معذرت میخوام، اولی و دومی، اولین پیمان شکنان. بله. اینا اومدن با امیرالمومنین، هر دوتاشون اولین پیمان بستن ها، پیمان بنده بودن، اومدن به امیر احسنتون، اومدن از جازه شطور بالا زودتر از همه دستن به امیرالمومنین، بخن بخن لکه یا علی اصبحت و انت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، خوش به حال تو مولای من و مولای هر مؤمن و مؤمنه ای شدی. همینا هم اولین پیمان شکنا بودن. و شما میبینید بین یاران امام حسین و بین این پیمان شکنا فاصله بین زمین است و آسمان. و آخرین جمله من بگم، این آیه شریفه که قرآن کریم باید ما سعی بکنیم جزء مصادیقش باشیم و بر ما منطبق بشه، راجب یاران امام حسین هست، راجب ما هست. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه،
بعضی از مؤمنین مردانی هستند که راست گفتند در اون عهد و پیمانی که با خدای خودشون بستن، یعنی وفادار موندن تا آخر. فمنهم من قضا نحبه، بعضیشون به شهادت رسیدن و منهم من ینتظر، بعضیشون هم در حال انتظارن. انشالله من و شما جز اون منتظرها باشیم، البته به شرطی که و ما بدلو تبدیلا، به شرطی که تبدیل در اونها ایجاد نشه، عوض نشن. لذا من و شما بزرگترین وظیفه‌مون الان، چون که شما فرمودید و واقعا هم درست فرمودید که حسین زمان غریب است، امام عصر ارواح نافدا، وفاداریمون رو نسبت به امام زمان باید اولا مثل اصحاب امام حسین اعلام کنیم. یعنی خود این اعلام کردن وفاداری روزانه ها یک حالت روانی برای من ایجاد میکنه. من امروز صبح که پاشدم گفتم آقا من هستم، من هنوز هستم، پای کار شما ایستادم. خب این انگیزه برای من ایجاد میکنه که این حرفی که زدم رو عملیش کنم. پس اولا اعلام وفاداری، مثل یاران امام حسین که حبیب آوردشون همه اعلام کرد، مشق شبانه رو در شب باشه. احسن تو. این یک. دوم این که عملا هم سعی بکنم این راهزنها رو بهشون توجه نکنم و نگذارم قلب و دل منو به یک سمت و سوی دیگری ببرن، خصوصا تو زمانه ما که ماشاءالله اینقدر راهزن هست. آقا این گوشی در این حالی که انسان میتونه مفیده، بله، استفاده های خیلی زیاد ازش بکنه، یک راهزن میره توی یک فضای اجتماعی، بعضی از این شبکه ها اصلا یه هم مینه که از همه چی وا شده، از همه چی، از نمازش، از عباداتش، از توجهش به امامش، از کارهای روزمرش، از خوابش، خوابش، همه چیش جدا شد. کجا بردتش؟ خودش هم نمیدونه. اینقدر منو این ور اون ور برده، از این سر دنیا به اون سر دنیا، از این فکر به اون فکر، که حد نداره. خب اگه ما برنامه برای خودمون نداشته باشیم، این راهزنها ما رو میبرن. و سوم این که عملا وفادار بمونی. ببین، اعلام وفاداری، بی توجهی به راهزنها، همه جوره، شیاطین انسی و جنی، که اینا اگر مردم کوفه توجه نمی کردن چه بسا حضرت مسلم کشته نمی شد. بله. و سوم که از هم مهمتره، عملا این وفاداری باقی بماند و ما بدلو تبدیلا. خب اون دوتا کمک کننده است برای این سومی، و این سومی رو ثبات ما میتونیم عملیش کنیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون کسانی که گفتن، این اعلام است، گفتن پروردگار ما خداست، خدای احد و واحد، و بعدش چیکار کردن؟ این اعلام وفاداری، ثم استقاموا، استقامت به خرج دادن، بی توجهی کردن به حرفای راهزن ها، به اینایی که می کشنشون این طرف اون طرف. تتنزل علیهم الملائکه، فرشته ها برشون نازل میشن، کمکشون میکنن. الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون، نگران نباشید، بشارت و مژده به شما که این کارای شما نتیجه داره. و من و شما الان، من و شما اینجا نشستیم توی این شبکه مقدس بیت العباس. خب ما ممکنه بگیم آقا چند نفر تو جهان ما رو میبینن؟ فکر کن اصلا بیشتر از 10 نفر نبینن. این همه زحمت داره اینجا کشته میشه، این عزیزان صدا بردار، تصویر بردار، تدوین کننده، خود شما، کسانی که هزینه کردن، اینا معنیش چیه؟ معنیش غیر از اعلام وفاداری است، غیر از اینکه بگه آقا ما هستیم و خودشون ولمون میکنن؟ هرگز. نه، به قول اون آقا، نه بگم و عرضم بزرگواری خاتمه بدم، به قول اون عزیز میفرمود که آقا جون، یا با عبدالله، تو خودت صدامون زدی، خودت هم نگرمون بدار. واقعا اگه امام حسین صدامون نزده بودن، اگه امام حسین بهمون
این لباس عزا رو نپوشونده بودن، این لباس نوکری رو نپوشونده بودن، نمیخواستن که ما قابل نمیدونستن ما رو راهمون نمیدادن. حالا که راه دادن نگه هم میدارن. به عبارتی امام حسین شب عاشورا درست زبونشون به اینا میگفت برید، اما با دل شما حسین داشت اینا رو نگرشون، ما باید پلومن بمونی. زبون امام حسین گفت برید، اما حرف دل امام حسین رو اونا میزدن، چون دیگه با دل امام حسین یکی شده بودن. حلت به فنای، حلت به فنای. بسیار عالی، ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده. انشاءالله که در محضر حضرت بمانیم و ما رو رها نکنند. به هر حال بچه ها ناتوانند و نادان. این حالا بگم وسط حرفتون ببن، این شعر رو یه شاعری درستش یعنی که الان شما نه نه اون هرگز نگویمت ز کرم دست من بگیر عمری گرفته ای. و بعد اون شاعر گفته مبادا رها کنی. یکی دیگه درستش کرده بود، آقا امام حسین کسی که دستشو گرفتن رها نمی کنن، بگو مبادا رها کنم من دستمو میکشم. الان گفتید یه بچه دست رو از دست باباش میکشه میره. همین میخواستم همین رو بگم که خیلی وقتا ما نادونی میکنیم این بچه‌ای که تو بازار تو شلوغی زرق و برق اطراف بازار او رو گول میزنه و دستش رو رها میکنه، ولی اگر پدر دانا باشه تحت هر شرایطی میگیره. و امام ما هم همین گونه است. همین تعبیر زیبایی که حضرت آقای جزائری فرمودن، امام حسین شاید فضا رو آماده کردن که هر کی میخواد بره بره، ولی با دلشون دنبال جمع کردن. اصلا کأنه امامت همینه دیگه، گلچین میکنه آدم ها رو کنار خودش نگه میداره و مربی هن دیگه، تربیت میکنن. و این 72 نفر رو این چنین تربیت کردن. بسیار ممنون، متشکر. انشاءالله این صفت و گزینه در زندگی ما جاری و ساری بشه و نسبت به امام زمانمون قطعا وفادار باشیم. و اگر حرفی میزنیم و تعهدی دادیم در روز الست تا آخرین لحظه از عمرمون و بلکه انشاءالله بعدن در زمان رجعت هم پایبند او باشیم. من داشتیم مطلب رو میفرمونیم، گفتم یه تذکری هم به نفس خودم بدم و هم به دوستان بیننده اون در کنار شما. ببینید دوتا دوست همدیگر رو سوق میدن به خضاب کردن سر و صورت خودشون به خون خودشون در کنار ولی خدا. از اون طرف هم دوتا دوست همدیگر رو هدایت میکردن به تاریکی و سیاهی و همراهی با شیطان و رها کردن نماینده ولی خدا. پس در انتخاب دوستانمون که باز هم ما رو کمک میکنه به همین وفا خیلی دقت باید بکنیم. بله. خیلی ممنون، متشکرم. لطف دارید. یک بخشی رو تقدیم شما خوبان میکنیم، برمیگردیم و ادامه برنامه. تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم هستی به کل ما فیها، به کل ما فیها. نام تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم هستی به کل ما فیها. حسین علیه السلام برای به دست آوردن فرصت و از سر گرفتن جهاد و دنبال کردن، از جایی که پدرش رها کرده بود در آتش شوق می‌سوخت. او زبان را درباره معاویه و اعمالش آزاد کرد تا به حدی که معاویه تهدیدش نمود، اما حسین علیه السلام حزب خود را وادار کرد که در طرفداری حق سخت گیر باشند. طه حسین. مولا ابی عبدالله. ممنون و خدا رو شکر. از سپاسگزار شما مردم هستم که به بخش فرهنگی برنامه سر دلبران آمدی تا امروز هم یک کتاب دیگر رو خدمت شما معرفی بکنم که مورد مطالعه قرار بدید، انشاءالله لذتش رو ببرید. کتابی است تحت عنوان عشق و آتش،
بازنویسی کتاب بسیار معتبر و مطلوب تاریخی به نام لخوف که منتسب است به جناب سید ابن طاووس که در بین حدیث گویندگان و تاریخ نویسان و اهل فن جناب سید ابن طاووس انسان معتبر و موثقی است و رجالیون او رو به عنوان بیان کننده احادیث قبول دارن. جناب آقای امید آرام این کتاب رو بر اساس لحوف تنظیم کردند و تاریخ و دانشنامه کربلا رو برای ما آوردن. 253-254 صفحه داره و توصیه میکنم اونهایی که دوستان تاریخ نگار باشن و بخشی از تاریخ رو مرور بفرماین به این کتاب نگاه داشته باشن. کربلا بیمرگ است و هر بیان و زبان که گفته و نوشته شود نقل حماسه های آن پایان نمیپذیرد. این کتاب مقتل نیست، اما با تکیه و استناد به اثر زیبا و شیوای سید ابن طاووس کوشیده است تا تاریخ کربلا را به زبانی دیگر روایت کند. انشاءالله مورد استفاده تمام دوستان قرار میگیره و این 4-5 برنامه گذشته که پیرامون چرایی و ضرورت تاریخ با هم صحبت کردیم، این به عنوان یک مصداق خوب و کتاب خوب برای مطالعه خدمت شما باشه انشاءالله. ممنونم که ما رو همراهی میکنید، نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال میکنید. اگر که دوستان عزیز کتاب مورد نظری رو مطالعه کردن مطلوبه، میتوانند معرفی کنن و ما هم در برنامه به دیگران ارائه بکنیم، و یا اگر ناشران دوست دارن کتاب خوبی که حرکت قشنگی رو در مقوله حسینی و اهل بیت انجام دادن رو میتونن به ما برسونن و در برنامه سر دلبران به گوش و سمع و نظر دیگران هم برسانیم، بلکه یک فرهنگ کتابخوانی بالا بره و اینکه هر مطلبی رو هر کسی نخواد روی منبری پشت تریبونی و در فضای مجازی بزنه و نتونیم ازش دفاع بکنیم یا نتونیم علیهش پاسخی رو بدهیم. جامعه حسینی و جامعه علوی باید جامعه فهیم و اهل دانش باشه. در برنامه گذشته عرض کردیم که امام حسین یاران خودش رو در اتم اعمال و صفات فقیه میدانه. پس الان من و شما به عنوان محب هم باید آدمهای دانشمندی باشیم. اجازه ندید مردم عامی و خارج از فضای اهل بیت و هیئت و امام حسین فکر کنند یه مش آدم پاپتی بدون اطلاع و سواد شدن مثلا طرفداران اهل بیت. باید بدانند دکتر مهندس داره امام حسین، دانشمند داره، عاشق داره، وارسته داره در حد اعلای فهم و کمال و سواد. ممنونم از اینکه میبینید و با ما همراهی میکنید. یک بخشی رو ببینیم بهانه‌ای بشه برای ورود مداح گرانقدرمون و پارت دیگری رو با هم صفا کنیم. الو سفر کنیم تا خدا. از مواردی که در روایات داره بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها دعاگوی بشر و انسانها هست، به تعبیری لحظاتی است که با شنیدن نام فرزندشون چشمانشون بارونی میشه. یه روایت رو دیروز عرض کردم که امام حسین خودش نگاه میکنه، لینظر الی من یبکی، نگاه میکنه بر کسی که برای او گریه میکنه.
و بعد درخواست میکنه از پدرش امیرالمومنین که برای اونها دعا بکنه. ولی یک روایت دیگه داره در البکا که خود صدیقه طاهره نگاه میکنه به گریه کنانش و برای اونها دعا میخونه. تازه یک روایت دیگری هم داریم بسیار مشهور و معروف که امام صادق علیه السلام دعا میکنه برای کسانی که سرخه میزنند، یعنی فریاد میزنند با تمام وجود، شیون میزنند در مصیبت سیدالشهدا علیه السلام. و فکر میکنم دیگه همه دعای ندبه رو ولو یک بار هم شده توی زندگیشون خوندن اگر هر هفته نخوانن. من خیلی روی این جمله تأکید دارم و میبینید زیادم توی دیالوگام استفاده میکنم. امام صادق در این دعا میفرماید ولی مثل هم، برای مانند مثل اینان، یعنی از اهل بیت، حسن، حسین، فاطمه، علی صلوات الله علیه مجمعین، ولی مثل هم فلتضرف الدموع، باید عشقها سرازیر بشه. پارسال خیلی روی این جمله کار میکردیم چون اسم برنامه روز حسین بود. ان یوم الحسین اقرح جفوننا، امروز چون روز سخت گریه کردن برای حضرت زینب و ورودش به شام، هی دارم روایت های گریه رو بیشتر تقدیم شما میکنم. فرمود امام رضا پلک چشم ما زخم شد. بعد بعضی ها زود بهشون بر میخوره، یکی دو دهه مثلا گریه هم که نمی کنن، نوای غمناک میشنون، میرن تو یک فازا و حرفهایی که واقعا آدم شک میکنه که اصلا امام حسین به عنوان امام وجوب به گریه و اینا رو اصلا کار ندارم. آیا تو صاحب عاطفه هستی یا نیست؟ تو ادعای انسانیت آزادت میشود یا نمیشود؟ امروزه داریم تو فضای مجازی چیزایی رو میبینیم، بعد یه گفته هایی رو میشنویم. من خدا رحمم کرده امسال وارد این گونه نقد ها نشدم. طرف برای یک سگی که نجس العین است و در احکام شرعی ما این چنین باش برخورد کرده، استثناء حالا مثلا سگ اصحاب کهف و اینها، ولی وقتی برای او تو گریه میکنی، تو سرت میزنی، تدارک عزا میبینی، بعد نسبت به سیدالشهدا خون خدا سار الله میای میگی آقا بسه، چقدر 1400 سال؟ اینها رو آدم شک میکنه. حرفها حرفهای مثلا خودتون باشه. من که میگم اینا تزریق دشمنان مکتب تشیع و اسلامه. ما که سعی کردیم توی این برنامه و امثال این برنامه ها نصیحت بر کلام اهل بیت باشه. آقا امام دستور داده، ما مگر شیعه ایم، اگر محبیم، اگر اهل اطاعتیم، میگیم سمعتن و طاعت، اطاعت میکنیم و بر نام مبارک امام حسین گریه میکنی. اما تویی که داری من میکنی یا تو دلت شک میکنی، پوشیدن مشکی، عزاداری، علامت، سینه زنی، زنجیر زنی، غذای نظری و خیلی این چیزها که متاسفانه خیلی جالبه. یادم تو یک برنامه دیگه بحث میکردیم، یکی از موارد شبهای قدیر بود، در برنامه شبهای قدیرمون این مطلب رو امتحان کردیم و گفتگو کردیم و صحبت کردیم که یکی از امتحانات خدا امتحان به ولی الهی است و خیلی ها رو خدا به امام حسین امتحان میکنه. ببینه کجای کار امام حسینی، در مسیر امام حسینی، کنار دست امام حسینی، یا زبانم لال جلوی امام حسین نیست. طرف 70-80 سال از سن میگذره، او رو به عنوان مدرس اخلاق میشناسن، همه رو اسمش قسم میخورن، ولی یه وقت مردم با یک جمله، همونطوری که طلحه و زبیر با یک حرکت مستوجب آب دهان امیرالمومنین شدن و در جنگ جمل روی زمین افتادن و به جای اینکه شهید باشن کشته و نفله شده جنگ جمل شدن، بعد از 60-70 سال مثلا مدرس اخلاق معنوی بودن، با یک جمله که مثلا انکار دختر سیدالشهدا رو بکنه، مورد توف و لعنت تمام اهل دنیا خواهد شد. حواسمون باشه.
خوش به سعادت اون کسی که با امام حسین پرواز میکنه و بدا به حال کسی که با امام حسین به اسفل درجات جهنم میره. مقدمم طولانی شد. عباس آقای سفرزاده عزیز در کنار ماست. امروز قراره با نفس گرم و بیریای این ذاکر آل الله سفر بکنیم به اون جایی که حزنش گلوگیره. سلام آقا. سلام. خیلی خوش آمدین. وقت شما بخیر. شما عزاداریاتون قبول بشه. همچنین از شما عزیز. سلام بشین. سلام میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. ایام بهشون تسلیت میگم. ایام خیلی سختیه به خصوص برای امام زمان آقا سید. جان عالم به فداش. یکی از وجهایی که بسیار توصیه کردن در ماه صفر صدقه بدهید. مردم امروز صدقه رو فراموش نکنید. یکی از وجهای پرداخت صدقه برای قلب امام زمان همین مصیبت روزهای شام. چون حضرت فرمودن من برای این مصیبت گریه می کنم. خون گریه میکنم و این خیلی مهمه. خیلی دل امام زمانمون تحت فشاره از اعمال مثل من آلوده تا این بخش های مختلف تاریخ که هر روز جلوی چشم او رد میشه. همین الان اگه ببخشید میخواستم همین رو عرض کنم، ما سال یک بار دو بار سه بار این روزا رو میشنویم ولی خب امام زمان دیگه هر روز تو خودشون میبینن. بله، نه فقط روزای اسارت، روزای مادرشون رو میبینن، روزای عاشورا رو خودشون میبینن دیگه. امام زمان یعنی زمان در ید با قدرت ایشونه و هر روزه مانند نوار جلوی چشم حضرت عبور میکنه و همین هم اشتیاق به ظهور رو در وجود حضرت بیشتر میکنه که من بیام تا اون وعده های الهی و وعدته ان تظهر دینه و علی الدین کله ولو کره المشرکون رو محقق بکنه. آقا در خدمت شما هستیم. از نفس گرم شما استفاده. من یه شعری در بابت روایت گریه شما عرض کردین، من چند خطش رو بخونم بعد دیگه انشالله یه دو سه خطم از شام بخونم با اجازه شما. دیگه جلو شما درس پس نواست. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجن روایت است که رحمت کند خدای حسین هر آن کسی که کند گریه در عزای حسین. بند این شعر روایت من اگه دو تاشو میگم و یا علی مدد زیاد مصدق اوقات نشم. روایت است که نفساش مثل تسبیح است دل گرفته با محموم قصه های حسین. روایت از زیارت کند خدایش را کسی که رفت زیارت به کربلای حسین. روایت است که یاری کننده زهراست. حرف شما هست یا علی. روایت است که یاری کننده زهراست کسی که گریه نموده است
در سایه حسین. امام صادق فرمودن میخواهید مادر ما رو یاری کنین یا نه؟ گفتن آقا جان مادر شما چندین و چند ساله شهیده شده، چجور باید مادر شما رو یاری کنین؟ امام صادق فرمودن روزه برای ابی عبدالله بگیرین، تو روزه ها برای حسین بلند بلند گریه کنین، انگار مادر پهلو شکسته ما رو یاری کردین. قربونت برم مادر. روایت است که یاری کننده زهراست، کسی که گریه نموده است در رسای حسین. روایت است که این عشق را نگه دارد. برای کدوم موقع؟ برای روز مبادای من خدای حسین. این عشق کجا به دردمون میخوره؟ اون موقعی که صورت منو تو خاک قبر میذارن، همه از بالای سرمون میرن، دیگه هیچ که نیست. اجازه هستی اونو بگم؟ آقا سید ببخشین. گفت خواب مل حسین مولوی رو دیدیم ملا، خدا رحمت، خدا بیامرزتش، این همه شعر گفتی برای ابی عبدالله، این همه نوه خوندی، همه گریه کردی، شد جای حسین به دادت برسه یا نه؟ گفت وقتی لحد رو گذاشتن، آخرین لحد رو گذاشتن، همه از بالای سر من رفتن، تاریکی قبر منو گرفت، نکیر و منکر اومدن، قبلت کجاست؟ زبونم قفل شده بود. الله اکبر. قبلت کجاست؟ خدات کیه؟ کعبه کجاست؟ امام اول، امام دوم، پیغمبرت کیه؟ زبانم قفل شده بود. تا گفتن امام سومت، یاد این یه بیت افتادم، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. تا این یه بیت رو خوندم همه گفتن بیاد بریم، این اربابش یکی دیگه‌ست. جانم آقا جان، روایت است که این عشق را نگه دارد برای روز مبادای من خدای حسین. بگیر مجلس روزه، بریز آب روان، که مرهم است به هر زخم سید عطشان حسین. آرام جانم حسین، روح و روا. هر جا صدای مکمیش منو میشنوی بگو حسین آرام جانم حسین، روح و روا. دو بند از این شعر و یا علی مدد، از همه سادات علما امام زمان معذرت میخوام، روز خون خود خانو حضرت زینب، گفت حسین جان تو شام پر بلا سهمه، من از عشقت اسارت شد. سید ببخشید، عمه جانت داره روزه میخونه. تو شام پر بلا سهمه،
من از عشقت اسارت شد. چقدر اینجا به ناموست اهانت شد، جسارت شد. آقا سید قبل از این که بیام این جلسه یه روایتی خوندم، سه فرسخ مونده و به شهر شام به یزید خبر دادن اهل بیتو دارن میارن، چه کار کنیم؟ گفت رسیدید کنار دروازه ساعت، تا سه روز دروازه ساعت نگه دارین اون اسرا رو. مگه چه کار کردن دروازه ساعت؟ پای دروازه ساعت سه روز ما رو دادن آزاد. چقدر خون به دلم کردن میون کوچه و بازار، یا صاحب الزمان یا فرج الله. گوسه خودم دیدم که چند دفعه سرت از نیزه ها افتاد، خودم دیدم که چند دفعه سرت از نیزه ها افتاد. همه جا ازدحام بود و به زیر دست و پا افتاد. یا فرج الله یا صاحب الزمان، آقا جان ببخشین منو، محله یهودی ها زدم ناله بیا مادر. آی سیدا ببخشین منو، محله یهودی ها زدم ناله بیا مادر. بازم شعله بازم آتیش، بازم دود بود و خاکستر. یا فرج الله ببخشید منو با این سره، چقدر بیرحمن اینها که به عشق ما میخندیدن، به دور محمل زینب میچرخیدن میرخزید. یا فرج الله یا فرج الله، تو بزم می چقدر دشمن به ما زخم زبون میزد، تو قرآن خوندی اما به لبت با خیزرون میزد. اگه طاقت نداری در گوشتو بگیر، اما اگر شنیدی باش بلند بلند گریه کن، بگم برا فرج امام زمان نال شده. گوست اینجا مدینه شهر پیغمبر، مدینه شهر پیغمبر، همش حرف از عزیزی بود. ای جان ای جان، اما آخ آخ آخ، بعضیا گرفتن من چی میخوام بگم. مدینه شهر پیغمبر، همه شرف از عزیزی بود، ولی اینجا تو شهر شام چرا حرف از کنیزی بود.
چرا هر بزگنیزی بود روزه من تمام امام سجاد فرمودن اشام آقا جان چه بار سه بار فرمودین اشام آقا جانمون فرمودن هفت مصیبت توی شام برا ما پیدا شد من دو سه تاشو میگم و یا علی مدقه یا صاحب از زمان ما رو از محله یهودی نشین آبور داده یه نانجیبی صدا زد اینا بچه های علی هستن از بالای بام به ما سنگ می زده یکی از این سنگ ها به سر بابام خورد سر بابام از روی نیزه ها افتاد یا صاحب یا برج الله یا صاحب الزمان دومین جا کجا خیلی سخت گذشت امام سجاد فرموده از دم دروازه ساد تا کاخ اون ملعون راهی نبود اما یه صبح تا غروب کشید میدونید چرا؟ آخه ما را بین هر محلهی نگه می داشته می چرخیدن می رقصیدن می خندیدن همه ما را به یه تناب بسته بوده ما کتک می خوردیم بچه ها روی زمین می افتاده اما سبم اینجا یا فرج الله یا صاحب الزمان بگم و لال شدم سبم اینجا کجا خیلی سخت گذشت آخ اون نانجیب دستور داد سه تا سر سوا کنی یکی سر عباس بود یا فرج الله یکی سر علی اصغر بود یکی سر حسین بود سر حسین رو گذاشتن کنار محمل زینب سر علی اصغر رو گذاشتن کنار محمل ربا سر عباس رو گذاشتن کنار محمل سکینه شم دستور داد حالا نیزار چکل به یا صاحب الزمان آخ بماند دیگه بر قصه یه جان بماند یا الله. چه اتفاقی افتاد بماند فقط همین رو بگم گفت حسین جان خیزران تا که به لبایت خورد خیزران تا که به لبایت خورد گفتم ای کاش که زینب میمرد امه اون چوب دستی کجا میخوره جواب این سه ساله رو نداد اوکی تا مثل دو سه شب دیگه وقتی سر بابا رو براش آورده یه نگاه کرد گفت بابا حالا فهمیدم چوب دستی کجا میخوره دستای دختر سه ساله چقدره لبای دختر سه ساله چقدر انقدر با این دستا داخل دهان زد دهان پر خون شد گفت بابا بلند شو منم شکل تو شدم به ابی انت امی یا مظلوم یا عطشان یا عباد الله فقط یه دعا و یا علی مدد اشکتو با کف دستت پاک کن دستتو بیار بالا یه دعا کنم از ته قلبت آمین بگو خدایا به حق سه ساله ابی عبدالله قسمت میدم به حق مستر واقعی زینب کبرا قسمت میدم اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج
اللهم عجل وليك الفراز يا علي مدد. الحمد لله رب العالمين، سلامكم الله و طیب الله ببخشید. بی ادبی کردیم عزیز ما. این خیلی خدا رو شکر که در این روز توانستیم هم قدم با قلب داغدار امام سجاد و امام زمان باشیم و سلام خدا بر اون قلبی که لحظه به لحظه با دیدن مناظری که در شام برای او رخ داده بود به درد می آمد، ولیکن پیامبری کربلا کرد و پیغام این سرزمین رو به گوش جهانیان رسوند. فرج امام زمان فراموشتون نشه. لحظه ای رو با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم و در نهایت تایم برنامه خدمت گزار شما خواهیم. دختر سلطانم یار غیر روزه رضوانم دختر سلطانم ای چراغ چشم بابا ای چه سال از نور زهرا تو پناه عالم اینی بهترین ذکر حسینی سلام و درود خدا بر چشمان گریان و اشک‌های ریزان شما مردم خوب. تسلای دل فاطمه نمودید با گریستن در مصیبات زینب کبری. خدا رو قسم میدم به حق عمه جانش زینب که از مابقی زمان غیبت حضرت بگذرد و زمان ظهور رو تعجیل به جلو بیندازد، که اگر او ظهور بکند قدری التیام بر دردهای دل مادر و آرامش جان عمه خواهد بود. ممنونم که بیننده بودید و همراهی نمودید تا این لحظه. سعی بر این داشتیم که با بیان فضائل و مناقب اصحاب سید الشهدا درسی برای خود بگیریم و در مسیر مهدویت چراغ رهنما و چراغ جلوی خود قرار بدهیم. امیدوارم این بحث رو پسندیده اید و تا به امروز مورد رضایت شما قرار گرفته. انشاءالله روزهای آتی هم خدمتگزار شما خواهیم بود. و اما ورود به ماه صفر، یعنی ورود به مسیر زیارت اربعین و مشایه برای رسیدن به سرزمین عشق، دیگه هر کاری باید بکنید بسم الله. به تعبیر قدیمی ها اونچه که باید رقم بخوره با تلاش شماست از اینجا به بعد. امسال همه جوره فضا مهیاست که نام خودت رو در زمره عزاداران سید الشهدا ثبت و ضبط بکنی. انشاءالله کم کم فضای برنامه رو به سمت زیارت سید الشهدا خواهیم برد و روزی بشود کربلا خدمتگزار شما باش. براتون بهترین ها رو میخوام. دعا برای سلامتی و ظهور حضرت فراموشتون نشه، دلتون خالی از غم و غصه دنیا. یا علی مدد.